بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله والسلام على سيدنا و رسول الله وعلى آله واصحابه و, و ما بعد بنا عزیز و ارجمند جانی شارجه السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. با برنامه حقیقت جن در خدمت شما هستم برنامه امروز در مورد اینی که شیطان در کجا وقتش رو سپری میکنه یا شب رو کجا سپری میکنه دار حديث سهمه داريم كي حديثي كي ابو هريره روايت مكنه از رسول الله صلى الله عليه وسلم كي رسول الله صلى الله عليه وسلم ميفرميان اذا استيقظ احدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات فان الشيطان يبيت على خياشيمه ان حديث حديث متفق عليها يعني حديث كي امام بخاري وإمام امام مسلم رواه كردن پیامبر صلی الله علیه که هرگاه یکی از شما از خواب بیدار شد فلیستنثر ثلاث مرات سه بار آب رو در بینی خودش بکنه یعنی سه بار آب رو در بینی بکنه و بیرون بریزه فان الشیطان یبیت علی خیاش زیرا شیطان در شب جایگاهش کجاست بینی انسانه بر بینی انسان شب رو تا صبح سپری میکنه پس خیاشیم یعنی یا خیشوم یعنی بینی انسان و وقتی میگیم فلیستن سر یعنی بیرون آوردن آب یعنی بردن آب در داخل بینی و آوردن و بیرون کردن آب از بینی و مقصود از این اینه که چون شیطان در بینی و بر بینی شما شب رو تا صبح سپری میکنه پس شما با بردن آب در داخل بینی و پاک کردن اون اثرات شیطان رو از بین خواهید برد و اگر شیطان خدای ناکرده کاری کرده باشد با داخل کردن آب و خارج کردن آب از بینی باعث میشید که اون اقلیه ها و اون کارهایی که شیطان ممکنه در شب انجام داده باشه شما اون رو از بین ببرید قاضی عیاد رحمه الله میگه که احتمال داره که قول رسول الله صلی الله علیه و سلم فإن الشیطان یبیت علی خیاشیم بر حقیقت باشه زیرا بینی یکی از منافذی است یا منفذی است و روزنه است که به قلب انسان ممکن متصل باشه و میتونه از اون طریق به قلب برسه و ممکن احتمال استعاره هم باشه که اونچه که از غبار و رطوبت و کسیفی هایی که در طول روز ممکن انسان با اون رو میشه این شیطان اینها رو دوست داره پلیدی اینها رو دوست داره و انسان وقتی که میخوابه و از خواب بلند میشه آب و دربینی میکنه این پلیدی ها را این کسافت ها را اینا از خودش دور میسازه و باعث میشه که راه های شیطان رو بر خودش ببنده و راه های نفوذ شیطان در جسم خودش رو ببنده و ظاهر حدیث هم اینه که این امر برای هر انسانی اتفاق میفته هر کسی که میخوابه و احتمال هم داره که این امر مخصوص کسانی باشه که خودشون رو تحسین نکردند خودشون رو بیمه نکردند یعنی چی یعنی اینی که ذکر و اوراد صبحگاه و شامگاه رو نخونده باشند کسی که غافل بشه و از کار صبحگاه و شامگاه رو نخونه خودش رو در معرض وساوس شیطانی در معرض اذیت و آزار شیطان ممکن قرار بده و شیطان خیلی راحت میتونه اون رو اذیت و آزار برسونه چون خودش رو بیمه نکرده خودش رو تحسین نکرده ما احادیث داریم که رسول الله صلی الله علیه و آله که در احادیث اگر کسی صبح مثلا این دعا را بخونه تا شب در حفظ خداست و اگر شب این دعا را بخونه تا صبح در حفظ خداست خب حالا افرادی که این دعاها را نمی این اذکارها را نمی پس اینها خودشون رو در معرض اذیت از و آزار شیاطین قرار میدن و شیطان خیلی راحت میتونه اینها رو مورد اذیت از و آزار قرار بده ما در حدیث داریم که حدیث که ابو هریره روایت کرده و اون حدیث در مورد لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و الحمد و كل شيء این دعا رو هر کس بخونه در روز صد بار این دعا رو بخونه فواید بسیاری داره یکی از فایدهاش هم اینه فکانت له حرزا من الشیطان پس این دعا رو وقتی بخونه برای اون شخص اینه فایدهش اینه که از شر شیطان حفظ میشه هر من شیطان یعنی مانعی از شیطان میشه شیطان نمیتونه به او اذیت آزار برسونه از شر شیطان حفظ میشه و محفوظ نگه داشته میشه و در مورد خواندن مثلا آیت الکرسی الله لا اله, اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم تا آخر این آیه آیت الکرسی که در اون فایده خواندن آیت الکرسی در صبح و شام و اینه که چه میگه ولا يقربك شیطان وقتی که این آیه رو بخونی آیت الکرسی رو بخونی شیطان بتونه نزدیک نمیشه نمیتونه بهتون نزدیک بشه پس این دعاها بی جهت نیست و خواندن این دعاها تأثیر بسیار بزرگی در زندگی انسان و در حیات انسان داره در حیات روزمره انسان داره خیلی ها مثلا گله و شکایت میکنن که من این گونه میشم و این طوری میشم و خواب راحت ندارم نمیتونم راحت بخوابم خوابهای بد میبینم اصلا حال حوصله ندارم همیشه سر درد دارم نمیتونم از خونه بیرون برم دلهوره دارم دلشوره دارم اشتها ندارم سردرهای عجیب و غریب میگیرم یا دردهای عجیب و غریب در جسمم هست هرچی دکتر میرم مثلا فایده نداره هرچی دارو استفاده میکنم فایده نداره اینها باید افرادی که چنین حالاتی به اونها دست میده حتما باید روی بیارن به رقیه شرعی بر اونها رقیه شرعی خونده بشه و بیشتر این افراد باید دقت بکنن خودشون رو امتحان بکنن با خوندن سوره فاتحه خوندن آتل کرسی خوندن معوضات اینها خودشون رو امتحان بکنن چون اگر کسی مشکل داشته باشه این سوره ها رو نمیتونه درست بخونه یا اشتباه میکنه یا حالتی بهش دست میده حالت گریه بهش دست میده یا حالت بغز در گلو بهش دست میده حالت گریه بهش دست میده اینها حالاتی است که افرادی که چنین مشکلاتی دارند این حالت ها به اون دست به اونها دست میده اما در مورد اذیت و آزار شیطان به هنگام خوابیدن وقتی که انسان خوابه و افرادی که خوابیدند و حالا از کار و اورادی نخوندند در ما حدیث داریم که حدیث متفق علیه حدیثی که امام بخاری و امام مسلم روایت کردن که رسول الله صلی الله علیه و فرمودند که یعقد الشیطان على قافیه راس احدكم اذا هو نائم اذا هو نام ثلاث اوقات يضرب على كل عقدة مكانها عليك ليل طويل فرق قد فإن استيقظ فذكر الله إن حلت عقدة فإن توضأ إن حلت عقدة فإن صلى إن عقده كلها فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان خب در این حدیث پیامبر صلی الله علیه و که وقتی که یکی از شما میخوابه شیطان میاد و بالای سرش و سه گره میزنه و هر گرهی که میزنه یضرب على كل عقده مكانها هر عقده جای خودش میزنه و اینو میگه که علیک لیل طویل فرق میگه شب طولانی داری بخواب حالا این شخص وقتی که بیدار میشه اگر بیدار شد و یاد خدا کرد یکی از این عقده ها و گره ها باز میشه اگر بلند شد و وضو گرفت گره دیگر باز میشه و اگر نماز خوند تمام گره ها گشوده میشه و این شخص میگه فاصبح نشیطا طیب النفس صبحگاه که شد وقتی این کار رو این سه کار رو کرد یعنی ذکر خدا کرد وضو گرفت و نماز خوند خیلی سر حال و و قبراق میشه وگرنه اگر این کارها رو انجام نده اصبح خبیث النفس کسلان اگر این کارا رو انجام نده صبح که شد و بیدار شد هم بیحال و هم نفس خبیسی داره یعنی اصلا قبراق نیست بد اخلاقه بد تینته اصلا میگیم که مثلا وقتی یکی میبینیم بد اخلاقی میکنیم میگه دنده چپ بلند شدیم اگه یعنی طوری میشه که این شخص اصلا حالتش حالت خوبی نداره و حالتش دگرگون میشه حالت بدی بهش دست میده امام نووی رحمت الله علیه میگه که علما در مورد این گره ها اختلاف کردند بعضی گفتند که این گره های حقیقی است و مقصود از اون گره است که به وسیله سحر زده میشه که انسان رو از بلند شدن و نماز خوندن اینها من بکنه و خداوند در قرآن کریم میفرمند و من شر النفاثات فی العقد و من شر النفاثات فی یعنی از شر کسانی که در گره ها میدمند به خدا پناه میبرند نفاثات فی الاقد دعاهای وردهای مخصوصی دارن میخونند و هی گره میزنند و فوت میکنند و و بعضی ها میگن که مقصود ممکن این باشه که فعلی را انجام میده کاری را انجام میده مانند همان کسانی که در گره میدمند و بعضی میگن که ممکنه گره هایی باشه که بر قلب زده میشه و انگار که وسوسه میکنه در نفسش و چیزی در دلش انگار بهش میگه که خب بخواب هنوز شب طولانی است و وقت قیام هنوز نرسیده بعدتر بلند چو پس این امور احتمال همین امور رو داره و اگر انسان همیشه به یاد خداوند باشه از کار و اوراد رو بخونه این افعال و این کارها تأثیری بر او نداره و بعضی از علما میگن که عموم این حدیث مخصص هست به حدیث ابو که وقتی که میگه که انسان هنگام خواب وقتی آیت الکرسی رو بخونه شیاطین ترد میشن و شیطان نمیتونه بر انسان تأثیر بکنه و این ممکنه این حدیث برای کسانی باشه که از کار رو نمیخونند و این ذکرها رو نمیخونند اما در مورد کیفیت ابطال این امور ما گفتیم که اگر انسان بخواد که از شر این امور نجات پیدا بکنه اولا قبل از خوابیدن انسان وضو بگیره در صحیحین ما داریم که پیامبر صلی الله علیه و به برای ابن عازب میگه که هر اومدی که بخوابی وضو بگیر همانند وضوعی که برای نماز میگیری و دوم اینه که انسان قبل از خوابیدن وتر بخونه در حدیث ابن عمر ما داریم ابن عمر رضی الله عنهما اگر کسی شب را صبح بکنه یعنی صبح بشه و وتر نخونه صبح که شد انگار بر روی سرش بندی باشه به اندازه هفتاد زرم و جریر یعنی اون بندی است که با اون شطو رو میبندن و این همانند اینه که یعنی شیطان داره بند او رو یا زمام امور او رو به دست میگیره و هر دلش بخواد اون رو میکشونه سوم اینه که انسان دستاش رو جمع بکنه و معوضات رو یعنی قل عوض رب الفلق و قل عوض و رب الناس رو هر کدوم سه بار بخونه و هر بار که خوند در دستش فوت بکنه اینطوری و بعد جسمش رو کامل دست بکشه تا جایی که میتونه و چهارم خوندن دو آیه از آخر سوره بقره چون در صحیح اومده در صحیحین اومده که انسان اگر این دو آیه رو بخونه خداوند او رو کفایت میکنه انشالله در برنامه آینده به طور تفصیل اموری که باعث میشه ما خود رو از شر شیاطین نجات پیدا بکنیم و نجات بدهیم رو بیشتر توضیح خواهم داد امید از این درستان رو توجه و استفاده شما از قرار گرفته باشه تا دیداری دیگر و برنامه دیگر همیشه شما رو به خداوند بزرگ میسپرم و آخر دعوانا <الي> الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته